سید محمد علی قاضی طباطبایی در مهر ماه سال 1293 در تبریز به دنیا آمد. تحصیلات مقدماتی علوم دینی را از پدر و عمویش یاد گرفت. در سال 1318 برای ادامه تحصیل به حوزه علمی قم رفت و از شاگردان امام خمینی بود. او یکی از رهبران نهضت اسلامی در خطه آذربایجان بود. به همین خاطر در زندان قزلقلعه تهران زندانی شد. بعد از آن به اتهام آوردن نام امام خمینی در یکی از سخنرانی‌هایش 6 ماه به بافت کرمان و از آنجا 6 ماه دیگر به زنجان تبعید شد. طباطبایی در تبریز تنها نماینده تام‌الاختیار امام خمینی بود. وقتی در مسجد شعبان امام جماعت بود، مرکز مبارزات آذربایجان شرقی را تشکیل داد. بعد از پیروزی انقلاب از طرف امام خمینی به عنوان اولین امام جمعه تبریز انتخاب شد. او همچنین کمیته‌های انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی و غربی را تشکیل داد. آیت الله قاضی طباطبایی در 10 آبان 1358 نماز عید قربان را اقامه کرد و در خطبه نماز گفت: مرا تهدید به قتل می‌کنند. من از شهادت نمی‌ترسم و آماده‌ام و از خدا می‌خواهم. همان روز بعد از نماز مغرب و عشا، وقتی از مسجد برمیگشت، توسط یکی از اعضای گروهک فرقان مورد حمله قرار گرفت و به آرزویش رسید. او را اولین شهید محراب بعد از انقلاب می‌نامند.